دوستان تو این پست میخوام یه روشی رو بهتون یاد بدم که چطور متوجه بشیم کدوم کاشی و سرامیک رو باید به صورت دوغابی کار بکنیم و کدوم کاشی و سرامیک رو باید به صورت چسبی اجرا بکنیم. پس حتما این پست رو سیو بکنید که یه روزی به کارتون میاد و اگر این نکته رو رعایت نکنید امکان داره کاشی و سرامیکتون رو کار بکنید و بعد از یه مدتی لغو بشه و دوباره کاری انجام بدین. ببینید دوستان، ما یه جدولی داریم که تو اون جدول جذب آب تمام این کاشی سرامیکا مشخص شده و ما بر اساس اون جدول و جذب آب این کاشی سرامیکا میایم روش اجرامون رو انتخاب میکنیم. کاشیایی که جذب آبش کم باشه رو باید بریم به سمت اجرای چسبی و کاشی سرامیکایی که جذب آبشون خوبه رو ما میتونیم به صورت دوغابی اجرا بکنیم. حالا من این جدول الان براتون قرار میدم روی تصویر که ببینید. ما تو این جدول سه تا گرید A و B و C داریم و چهار تا گروه داریم. گروه 1، گروه 2A، 2B و گروه 3. خیلی راحت بهتون بگم هر جایی که دیدین کاشی و سرامیک گروه 1 هست حتما باید به صورت چسبی کار بکنید. گروه 1 چیه؟ این قسمت رو مهندس نشون بدیم. ببینید الان ما کاشی وارد کارگاه شده، روش زده B1A، پس گروه 1 ماه. گروه 1 هم هر کاشی و سرامیکی دیدین روی جدول هم الان براتون مشخص میکنم حتما باید به صورت چسبی کار بکنید. چرا؟ چون جذب آب اینا زیر 3%. حالا خود A معمولا زیر 0.5%، پس اینو حتما باید به صورت چسبی کار بکنید. امکان داره 1B هم باشه ولی بازم زیر 3%، اونم باید به صورت چسبی کار بکنید. حالا میایم سراغ گروه 2. ببینید اینجا رو مهندس مشخص بکن، اینجا نشون بده. گروه B2A، خود گروه 2 رو بهتون گفتم که میتونید به صورت دوغابی کار بکنید ولی مشروط گروه 2A رو. حالا 2B هم داریم. گروه 2B و گروه 3 مهندس اینو نشون بدیم. گروه B3، اصلا B3 جذب آبش چقدره؟ گروه B3 ها معمولا بالای 10%. وقتی یه کاشی و سرامیکی خود کارخونه تولید کننده به ما گفته که جذب آبش بالای 10%، با خیال راحت من الان بهتون میگم استفاده بکنید دوغابی، با خیال راحت، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اگر گروه 2 BM هم بود اونم به صورت دوغابی کار بکنید. چرا؟ چون جذب آبش الان رو جدول مشخص میکنه بین 6-10%. گروه 2A ما هم، یعنی گروه 2A بود دیگه، اونم میتونید به صورت دوغابی کار بکنید فقط مشروط. گروه 2A چون جذب آبش بین 3-6%، حتما باید به این روشی که میگم اگر میخواین دوغابی کار بکنید. پس این روش ما مشروطه. یه جنبندی بکنیم، گروه 1مون حتما شما باید به صورت چسبی کار بکنید، گروه 2A مونو باید مشروط به این روشی که میگم اجرا بکنید، گروه 2B و گروه 3 رو با خیال راحت برین دوغابی کار بکنید. حالا گروه 2A که این کاشی ما بود و جذبش بین 3-6%، باید چی کار بکنید اگر خواستین دوغابی کار بکنید؟ حتما چون جذب آبش بین 3-6%، حتما هم بیاین اسکوپ انجام بدیم. ببینید ما پشت این کاشی رو اسکوپ سیمی انجام دادیم. اسکوپ هم چجوری انجام میشه؟ خیلی با دقت، به اندازه نصف ضخامت. این الان کاشی تقریبا 1 سانتی و 15 میل ضخامت داره، به اندازه نصف اون باید بیاین شما برش بدین، برش بزنید، برش با زاویه، اسکوپ روش مهار بکنید. و نکته دومش چیه؟ که حتما موقعی که دارین دوغاب میسازین تو دوغابتونم چسب بتون کار بکنید. پس گروه این گروه هم میتونید به صورت چسبی و دوغابی کار بکنید، دوغابیش هم مشروط به اینه. این نکته رو اگر رعایت، بعضی وقتا بچه‌ها این خیلی براشون راحت جا افتاده که آقا روش میزنه پورسلان، اگر پورسلان بود برو عرضم به حضورتون چسبی کار کن، اگر نزد بود با خیال راحت. الان این کاشی رو من بهتون گفتم که حالا کاملم اگر این مشخصاتش بزنید، هیچ جا برای شما نگفته پورسلانه. این واقعا شما بخونید هیچ جا نگفته آقا این کاشی پورسلانه. فقط شما باید بیاین گروه جذب آبی که گفته رو تو ذهنتون باشه، یادداشت بکنید، برید این جدولی که طبق استاندارد و مشخصاتش براتون میذارم مشخص در بیارین که جذب آبش چقدره، نسبت به اون جدولی که گفتم روش اجراتون رو انتخاب بکنید. امیدوارم که این پست براتون مفید واقع شده باشه. اگر دوست داشتین حتما برای تمام دوستانتون، کاشیکارای عزیز بفرستین که خدای نکرده اتفاقاتی مثل دوباره کاری و سقوط و لغو شدن کاشی و سرامیک اتفاق نیفته. حتما لایک بکنید و سیو بکنید، به کارتون میاد.